مرکز مطبوعات وزارت تندرستی تاجیکستان خبر داد که در شبکه مؤسسه های کمک اولیه طبی و سانیتاری شهر نویاوی جمهوری 584 اجره های متخصص گردانیده شده جراحی برای گذرانیدن ختنه کودکان فعالیت داشته، در آنها در دوام 9 ماه سال 2022 به 74718 نفر کودکان عملیات ختنه به طور رایگان گذرانیده شده است. وزارت گفت عملیات رایگان ختنه بر اساس دستور سپرش های حکومت و بر اساس قانون تنظیم انعنه و جشن و مراسم برانداخته شده است. اقدام مذکور با مقصد بهتر نمودن دسترسی خدمترسانی طبی به کودکان، تنظیم زمینه حقوقی تطبیق قانون جمهوری تاجیکستان در باره تنظیم انعنه و جشن و مراسم ها در جمهوری تاجیکستان از 28 آگوست سال 2017 روی دست گرفته شده است. در این دوره اینچنین فرمایش های وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان از 31 آگوست سال 2018 آید به ترتیب گذرانیدن عملیات ختنه کودکان از 8 مای سال 2018 در باره تصدیق حجت های بقیدگیری و اموری سواوی مؤسسه های تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان آید به گذرانیدن عملیات ختنه کودکان و از 2 ایول سال 2018 در باره تصدیق نمودن روی خط های تجهیزات ضروری برای حجره های ختنه کودکان به تصویب رسیده، عین حال عملی شده ایستاده است، گفته می شود در اطلاعیه وزارت تندرستی. در گذشته ختنه سور یکی از مهمترین جشن ها برای اویله های توجک به شمار برفت و پدر و مادران کوشش میکردند که با دعوت آوازخوان ها و شیرین کاران و رقاصه های بهترین و گستردن دستورخوان زیافت برای خیش و تبار و حق و امسایه ها این معرکه را برای فرزندان خود با شکوه خاص برگزار میکردند. ولی بعد قبول قانون تنظیم انعنه و جشن و مراسم برگزاری ختنه سور در تاجیکستان معدود کرده شد. ماده نهم این قانون که تقریبا پورا به ختنه و عقیقه و معرکه های دیگر مربوط به تولد کودک وابسته و مثل نامگذاری، گهواره بندان، چل گریزان، موی سرگیران بخشیده شده است. برگزاری این معرکه ها تنها در دایره اویله به زب چوروا و بدون دعوت هنرمندان اجازت میدهد. گذرانیدن معرکه عقیقه را این قانون کاملا منع میکند. در قانون هم چنین ذکر شده است که خود مراسم ختنه با روزگی پدر و مادر در روز تولد پسر تا روز 20 بعد تولد در مؤسسه های طبی دخلدار با ترتیب مقرر نموده مقامات وکالتدار دولتی در سوهای تندرستی به طور رایگان گذرانیده می شود.